نهج البلاغه رسید به حکمت 86. قال علیه السلام: رأی الشیخ احب الی من جلد الغلام و روی من مشهد الغلام. شیخ یعنی پیر، غلام یعنی جوان، جلد هم به معنای توانایی و دلاوری و چیزی از این قبیله، مشهد هم یعنی حضور. فرماید که اون رأی و نظری که پیر به من میده برام محبوب تر است از اون توانایی و دلاوری جوان، چون گاهی اون نظر پیر و اندازه 100 سال جوان چیه؟ اثر داره. به اندازه 100 سال قدرت جوان یک نظر پیر اثر داره، یک طرحی، یک نظر عاقلانه و با تجربه سابقی که داره پیر، اون باعث میشه که از خیلی از کارهای فیزیکی و قدرت‌های فیزیکی انسان بی‌نیاز بشه. مثلا فرض کنید که بناست یه سنگ بزرگی جا به جا بشه، خب 3 تا جوان با هم میان هر چیزی رو میزنن نمیتونن. یه پیر میاد میگه که شما مثلا فرض کنید یه اهرم قرار بدید، اینو به این شکل عمل بکنید، اون وقت با یه قدرت بچه هم چی میشه؟ اون سنگ جا به جا میشه. این تجربه و نظر پیر ارزشش و کاربردش بیشتر است از اون دلاوری و از اون توانایی جوان. یا اینکه نظر پیر رو من از حضور جوان بیشتر دوست می‌دارم. نکته‌ای که تو این فرمایش حضرت بیشتر مورد توجه هست این که تجربه و رأی و اندیشه ارزش داره، ارزشش بیشتر است از قدرت مادی و قدرت فیزیکی، و این مطلب قابل توجهی است که غالبا بهش توجه نمیشه. البته اون که اون کسانی که میگفتن که صدام رو به عنوان خالد بن ولید، اونها به نظر من چیزی فراتر از جوانی بود. اگر نگیم که توتعه پشت قضیه بود که احتمالش خیلی قویه، یه حماقت خیلی قوی بود. اگر نگیم توتعه بود، فراتر از جوانی بود، چون در بین اونها پیران بودن، اون کسانی که پیشنهاد میکردن همشون جوان نبودن. اما در جنگ احد چرا؟ در جنگ احد پیامبر مشورت کرد، پیر مردها و صاحب نظرها گفتن که در شهر بمونیم، از شهر استفاده بکنیم، از برج و بارو شهر استفاده بکنیم، از حتی خانم ها کمک میکنن در جنگ، چون دشمن از ما خیلی بیشتر تعدادشون. جوان ها گفتن مگه میشه ما تو شهر بمونیم؟ حتما باید بریم بیرون. و چون تعداد جوان ها بیشتر بود، اکثریت با جوان ها بود، پیامبر با اینکه نظر خودش نظر همون پیرمرد ها بود، تابع نظر جوان ها شد. چون اینا اکثریت داشتن، پیامبر علی رغم اینکه نظر خودش ماندن در شهر بود، خروج از شهر رو تصفیه بشه. نه دیگه، شکست خوردن دیگه. در جنگ احد نتیجه چی شد؟ شکست خوردن. بعد شکست فاحش هم خوردن مسلمان ها، بیشتر از 70 نفر از مسلمان بهترین مسلمان ها شهید شدن، همه فرار کردن. جان پیامبر چند بار به خطر افتاد. بله خب،